زنی که بعد ورودی یه مواد مخدر به بدنش قابلیت‌های عجیبی پیدا می‌کنه و می‌خواد بره انتقام خودش رو بگیره. گلاسیا سلام، امروز رات فیلمی آوردم به اسم لوسی، محصول سال 2014، نمره 6.8 IMDb. این فیلم خیلی سرگرم کننده است و داستان پلات خیلی خفنی هم داره. طبق معمول هم بازی اسکارلت جوانسون توش فوق‌العاده است و محتوای خیلی باحالی هم ته فیلم می‌تونیم با هم بررسی بکنیم. محتوایی هم که توش هست جالبه و خیلی رمزهای باحالی راجع به جهان دور و برمون میگه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون اسپول کاملا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم لوسیو می‌بینیم که همش تو عشق و حال و پارتیه. لوسی به تایوان برای درس خوندن اومده و با پسری به اسم ریچارد تو رابطه است. یه روز که بعد عشق و حال می‌خوان هم جدا شن، ریچارد گیر میده یه کار مهم دارم و ازت می‌خوام این کیف سانتونتو ببری به این هتلی که روبرونه. اونجا باید تحویل یه آقایی به اسم آقای چنگ بدیش. لوسی قبول نمی‌کنه، اما ریچارد یه دفعه دستبندی به دستش و کیف می‌زنه و مجبورش می‌کنه این کارو کنه. بهش میگه کلید دستبند واسه آقای چنگه، رمز کیفم 140 و وقتی دیدیش بهش بگو لوسیام. لوسیام با ترس وارد هتل میشه و به پیشخان اعلام میکنه بسته برای آقای چنگ آورده. چون کشور تایوان هم هست، همه به زبان خودشون صحبت میکنن و کلا لوسی زیاد نمیفهمه چی میگن. طولی نمیکشه چند تا مامور امنیتی میان و لوسیو بی توجه به خواهشاش میبرن سمت آسانسور. این در حالیه که همین لحظه دوست پسرش ریچاردو پشت در میبینه که به مغزش یکی شلیک میکنه و میمیره. میرسن به طبقه بالا و لوسی وحشت زده دور خودش پر از نگهبان مسلح میبینه و آقای چنگ با لباسهای خونی از کنار سمت جنازه بلند میشه. خلاصه که لوسی هم رمزو بهش میگه، اما چنگ ولش نمیکنه. میگه باید خودت بازش کنی که مطمئنش هم توش بمبی چیزی نیست. همه اتاق میرن بیرون و لوسی وحشت زده که میترسه بمیره به آرومی بازش میکنه. اما فقط چند بستگی مواد مخدر آبی رنگ داخلشه و چنگ با خوشحالی نگاهشو میکنه. برای چند لحظه هم یه معتادو میشونه جلوش و مقدار کمی از موادو بهش میده. طرف شروع میکنه به خندیدن و یه رفع رفتاری عجیب به خودش میگیره و آقای چنگ رفع گلوله تو سرش خالی میکنه و بعد میاد طرف لوسی. بهش میگه فعلا نمیتونم ولت کنم، اما یه پیشنهاد خوب برات دارم، اگه انجامش بدی کلیم پول بهت میدم. بعدم بی توجه به نظر لوسی اونو بیهوش میکنه. میریم به سکانس بعد و استاد دانشگاهی به نام نورمن رو میبینیم. داره سخنرانی مهمی در مورد تکامل انسان و قدرت ذهنش میکنه. پروفسور میگه تمام انسان‌ها فقط از 10% مغزشون استفاده میکنن و تمام پیشرفت‌های انسان‌ها هم به خاطر همین 10%. دلفین‌ها از 20% مغز استفاده میکنن و به خاطر همین هم تونستن سیستم ارتباطی خیلی خفن برای خودشون اختراع کنن. برمیگردیم پیش لوسی که با شکم بخیه خورده توی هتل بیدار میشه. انگار یه جراحی روش انجام دادن و وقتی نگهبانا میان دنبالش میره به اتاقی که چند نفر دیگه هم مثل خودشن و یه نفر که بالاخره انگلیسی صحبت میکنن پیششونه. لوسی کنار چند نفر دیگه وامیسته و مترجم هم بهشون میگه که ما همه شما را از اینجا با هواپیما میفرستیم به کشور فرانسه. از اونجا هر کدومتون با قطار یا وسایل دیگه به چند تا کشور دیگه میرید و قراره که اونجا چند نفر بیان دنبالتون و مواد در شکمتون در بیارن. هر کدومتون دو تا بسته مواد داخلشه و وقتی برسید یه گروه میان ازتون درش میارن. تهدیدشون هم میکنه که اگه برید پیش پلیس یه ساعت بعد همه خانوادهتون رو میکشیم. دوباره میریم به دانشگاه. استاد نورمن همچنان سخنرانیش ادامه داره. میگه که ما آدم‌ها تولید مثل می‌کنیم که همه اطلاعات ذهنی و جسمیمون رو به یه نسل دیگه انتقال بدیم. کلاً همه ما یه میل زیادی داریم که چیزهای بیشتری یاد بگیریم و برای همین هم تولید مثل استفاده می‌کنیم که ببینیم تو نسل بعد چی میشه. از زمان اولین انسان زمین که تازگی کشفش کردن و اسمش هم گذاشتن لوسی، جریان همینطوری بوده تا آینده هم همینه. دوباره برمیگردیم پیش لوسی. قبل از اینکه زمان پروازش برسه، تو یه جا زندانی و دو تا مرد میان که باهاش کم حال کنن. اونم مقاومت می‌کنه و یکیشون یه رفعه با عصبانیت لوسیو میزنه. لگدی که به شکمش میخوره باعث میشه بسته مواد پاره شه و تو چند لحظه مقدار زیادی ازش وارد خون لوسی بشه. لوسی شروع میکنه به تشنج و کارهای عجیبی میکنه، حتی یه لحظه روی سقفم راه میره. چشماش رنگ آبی میگیرن و دوباره پروفسور نورمن رو میبینیم. میگه که هیچ آدمی تا به حال نتونسته 20% مغزش فعال کنه. اگه یه نفر به 40% هم بتونه برسه، میتونه اشیا هم حتی با ذهنش جابجا کنه یا ذهن بقیه رو بخونه. یکی میپرسه اگه به 100% برسه چی؟ و پروفسور میگه حتی جوابت به که منم نمیرسه. لوسی به خودش میاره و سر جاش میشینه. آرامش عجیبی هم داره و یه نگهبان میاد بهش سر بزنه. دختر انگار توی رویای خودشه و یه دفعه با یه حرکت ساده مردوس خل اصلاح میکنه و با برداشتن اسلحه‌اش تو کمتر چند دقیقه همه نگهبان دیگه ساختمون هم میکشه. وقتی سوار تاکسی میشه میفهمه فکر همه آدما رو هم میتونه بخونه و حتی نوشته های تایوانی مثل زبان مادری ساده شدن. با تاکسی به بیمارستان میره. وارد اتاق عمل میشه و با یه نگاه ساده به عکس بیمار یه دفعه بهش شلیک میکنه و میکشتش. به دکترها میگه تومورش قوی
قویه، نمیتونی نجاتش بدید. سریع هم خودش رو تخت دیگه دراز میکشه و به تیم پزشکی میگه باید بستگی دو شکممون در رو در بیارید و اونا هم با ترس اسلحه کارو شروع میکنن. وسط عمل لوسی که انگار هیچ دردی رو حس نمیکنه به مادرش زنگ میزنه در حال گریه است و بهش میگه من همه چی رو داره یادم میاد، حتی مزه شیری که موقع تولد بهم دادی، گریه هایی که میکردی یا همه خاطرات دو سه ماهگیم. صحنه غمگینی و بعد خداحافظی پزشکی بسته سالم از تمام مواد رو در میاره. مشخص دو تا توی شکمش بوده و یکیش ترکیده. پزشک میگه این مواد اسمش CPH4 ماده ای که خانم های باردار تو هفته 6 ماه حاملگی از تنشون تولید میشه و مثل یه بمب اتم انرژی داره. به قدر این مقدارش زیاده که باعث میشه جنین دست و پا در بیاره و تبدیل به انسان بشه. حالا تصور کن این بسته که تو شکمته چقدر از همون CPH4 داره. حالا میفهمیم چرا انقدر لوسی قدرت داره. این ماده داره قدرت ذهنش رو زیاد میکنه. برام با تعجب میگه که شنیده بودم دارن این ماده رو مثل مواد مخدر میسازن، اما نمیدونستم که موفق به انجام این کار شدن. قدرت لوسی به حدیه که حتی سلول ها و همه قسمت های درخت ها رو هم میبینه. این دفعه بلند میشه و به سمت هتلی که اول فیلم رفت راه میفته. با گرفتن اسلحه نگهبانا میره بالا و به سادگی همه رو میکشه. چون لوسی میتونه حرکات دیگران پیش بینی کنه و ذهنشون هم بخونه، مبارزه با بقیه هیچ کاری براش نداره. در آخر میرسه به آقای جنگ و بعد اینکه دو تا چاقو تو دستش میکنه میپرسه بقیه آدما رو به کدوم شهر داره میفرستی، چون همه بسته های مواد رو میخوام. جنگ چیزی نمیگه و لوسی با یه حرکت زاده همه اطلاعات مغزش رو میخونه که باعث میشه اسم و فامیل، قیافه و حتی مقصد سفر هر کدوم هم به دست بیاره. لوسی به خونه خودش برمیگره که هم خونه ایش منتظره. همو بغل میکنه بدون حرفی. لوسی بهش میگه این داروها رو مصرف کن چون برات لازمه وگرنه بیماری بدی میگیری. بعدم میشینه پای کامپیوتر با سرعتی فوق العاده همه مقاله های اینترنت مربوط به قدرت ذهن و CPH4 رو میخونه که اکثرشون میرسن به پروفسور نورمن، استاد دانشگاهی توی پاریس که دیدیمش. خیلی سریع بهش زنگ میزنه و تعریف میکنه چه اتفاقی افتاده. لوسی میگه من قدرت ذهنم خیلی زیاده و حتی نمیدونم با این همه اطلاعات باید چی کار کنم. برای اثباتش هم به سادگی خودش رو توی گوشی و تلویزیون پروفسور نشون میده. اونم که خیلی تعجب کرده بهش میگه فقط باید همه چی رو منتقل کنی، کار دیگه از دستت بر نمیاد. لوسی هم میگه پس باید ببینمت و قرار بذارن که این کارو کنن. خلاصه که لوسی حاضر میشه و با استفاده از قدرتش قیافه خودش رو تغییر میده، چون تو اخبار کشور تایوان به عنوان یک قاتل خطرناک عکسش پخش شده. بعدم به این مامور امنیتی فرودگاه زنگ میزنه، اطلاعات همه قاچاقچی‌ها رو میگه و تاکید میکنه که همه این افرادی که مواد توی شکمشونه با یه پرواز اومدن پاریس، حالا قراره از اونجا برن به کشورهای دیگه و این مامور که خودش تو فرودگاه پلیس سری دست به کار میشه و با اطلاعاتش سریو میگیرن. لوسی هم سوار پروازش به سمت این شهر میشه و حالا به 30% مغزش دسترسی پیدا کرده. بی توجه به اختیار مهماندارا با دوتا لپتاپ کار میکنه و وقتی یکیشون نزدیک میشه از شدت انرژی از دماغش خون میاد. یه دفعه دندونای لوسی شروع میکنن به افتادن و یه حالتی میگیره که انگار داره سلولهای خودش رو از دست میده و از تنش در میرن، انگار داره با جهان یکی میشه. سعی میره سمت دستشویی و چهرهش حالت عجیبی داره. همونطوری که پروفسور نورمن میگفت دسترسی به بیشتر از 10% ذهن اونقدر عجیب و خطرناکه که حتی جسم آدم ممکنه تحملش نکنه. لوسی بسته مواد دیگه‌ای که همراهش رو باز میکنه و گرفته با مصرفش آرومتر که نمیشه هیچ، انگار بدنش هم کلن ناپدید میشه. این در حالی که مهماندارا پشت در هی صداش میکنن و در رو به زور باز میکنن. سکانس بعد لوسی چشماشو باز میکنه که حالا چند رنگ مختلف به خودشون میگیرن. به 50% مغزش رسیده و توی بیمارستان توی پاریسه. دیگه حالتهای رفتاریش اصلا شبیه آدما نیست و همه چی هم میفهمه. سری بلند میشه و موقع خروج کلی پلیس همراه همون کارگاه پلیس که حالا میفهمیم اسمش پیره جلوشون میگیرن. لوسی با یه حرکت دست همه رو بیهوش میکنه غیر پیر. بهش میگه ازت کمک میخوام و اگه کمکم نکنی مجبورم به زور بیارمش. که پیر هم خودش همراه لوسی راه میفته. با ماشین به سمت بیمارستانی میرن که همه قربانی های قاچاق رفتن اونجا تا مواد در شکمشون خارج شه. لوسی پشت فرمون و یه رفعه میبینه که چند تا ماشین انداختن دنبالشون و شلیک میکنن. به سادگی حرکت همه رو پیش بینی میکنه و برای همینم با سرعتی بیش از حد راهو ادامه میده و سری همه رو گم میکنن. لوسی با استفاده از موج های مخابراتی که حالا به سادگی میتونه بفهمتشون موفق میشه بفهمه که این افراد از طرف همون قاچاقچی بزرگ یعنی آقای جنگ دستور گرفتن که لوسی رو بکشن. بعد میفهمه که آقای جنگ و گروهش هم به همون بیمارستان رفتن تا موادهای خارج شده رو در بیارن. لوسی لحظه‌ای که به 60% ذهنش میرسه در بیمارستان رو باز میکنه. حالا حتی مبارزه هم نیاز نیست، با کنترل ذهن همه نگهبانا رو شکست میده. در حالی که کارگاه پیر با دیدن این صحنه گرگ و پرش ریخته.
دو تایی مواد رو با خودشون برمی‌دارن و لوسی یه دفعه پیرو میبوسه. برن به راهشون ادامه میدن. آقای جنگم تو ماشینشه و میفهمه که مواد توسط لوسی دزده شدن و میفته دنبالشون. لوسی و کارگاه پیر به دانشگاه میرن که پروفسور نورمن کار میکنه و چند تا از بزرگترین استادا هم کنارش منتظرن. نورمن هم سریع به لوسی توضیح میده که ما همه اینجاییم تا بهت کمک کنیم و تا الان هر چی که از جهان فهمیدی و بعد بهمون انتقال بدی. استادا شروع میکنن به پرسیدن سوالا. لوسی از قدرت بدن انسان، قدرت ذهن، از اینکه حتی میتونه دی ان ای خودش هم تغییر بده و مثلا برای خود چند تا دست دیگه یا یه آبشوش تولید کنه حرف بزنه. این در حالی که آقای جنگ به همه افرادش دستور داده بیان دانشگاه تا هرجوری شده لوسی رو بکشن. کارگاه پیر هم به تیم پلیس گفته بیان و شروع میکنن به تیراندازی سمت قاچاقچیا. لوسی هم به حرفش ادامه میده و میگه من فهمیدم که همه محدودیت های ما به زمان برمیگرده. چیزی مثل زمان یه مبحث خیلی بزرگ و پیچیده است و ما با گذاشتن یه اسم اونو محدودش کردیم، وگرنه در اصل اصلا یه محتوای دیگه ای داره. فقط برای اینکه بتونیم درکش کنیم و تو مغزمون بره اسمشو گذاشتیم زمان، وگرنه چیزی به اسم آینده، گذشته و حال اصلا وجود نداره. کلا ما آدما قابلیت اینو نداریم که یه چیزی به وسعت زمانو درک کنیم، باید اونو به چیزی محدود میکردیم که بتونیم تحمل کنیمش. در واقع ما آدما بیش از اندازه میدونیم و قدری که اگه اینطوری محدودش نمیکردیم ممکن بود مغزمون بترکه. اما زمان خیلی بزرگتر از این حرفاست. فکر کنید یه ماشین مدام از جلوی ما رد میشه، وقتی سرعتش رو بیش از اندازه میبریم بالا، به روایتی تو هر ثانیه خیلی سرعتش بیشتر از درک ما بشه، دیگه اصلا نمیبینیمش. اما این دلیل نیست که بگیم اون ماشین اونجا نیست، فقط ما نمیتونیم ببینیمش. اگه چیزی به اسم زمان وجود نداشته باشه، هیچ گلوم ما هم وجود نداریم. لوسی میدونه این همه استفاده از مغز داره میکشدش و شانسی برای زندگی نداره. برای همینم هم به استادا میگه همه موادهای باقی مونده رو بهم بزنید تا بتونم 100% مغزم استفاده کنم و راز اصلی دنیا رو بهتون بگم. نورمن میگه همچین اطلاعاتی اونقدر سنگینه که هیچ جوره نمیتونی جای ذخیره کنی یا به ما بگیش. اما لوسی جواب میده که من یه کامپیوتر جدید میسازم، چیزی که کلا شما اختراع نکردیدش و میتونه این اطلاعات رو حمل کنه. سرم‌های مواد رو بهش وصل میکنن و در حالی که پلیسا دارن اون بیرون میجنگن، لوسی به 90% ذهنش میرسه. بدنش کم کم سیاه میشه و ماده سیاهی ازش بیرون میاد که شروع میکنه به بلعیدن همه چیز و لوازم الکترونیکی که اونجاست. حالا اطراف همشون حتی استادا کلا سفید میشه و لوسی داره یه کامپیوتر عجیب میسازه. میبینیم که آقای جنگ از پشت با اسلحه سر میرسه و با آروم میاد سمت لوسی. در حالی که لوسی داره به 100% ذهنش میرسه، یه لحظه خروج دو کشورهای دیگه میبینه. یه لحظه در حال سفر تو زمان و مقابل سرخپوستا و یه لحظه دایناسورها و لحظه آخر مقابل اولین انسان زمین که میدونیم اسمش هم لوسیه. هر دو با تعجب همو نگاه میکنن و وقتی انگشتاشون رو به هم میزنن، یه دفعه صدای شلیک اسلحه آقای جنگ شنیده میشه. اما خب لوسی دیگه اونجا نیست و کلا ناپدید شده. همه تو تعجبن که یه دفعه کارگاه پیر سر میرسه و با شلیک اصلش آقای جنگو میکشه. با تعجب استادا میپرسه لوسی کجاست و یه دفعه پیام روی گوشیش ظاهر میشه. لوسیه که نوشته من همه جا هستم. ماده های سیاهی که کامپیوتر رو ساختن یه فلش عجیب دستشونه. وقتی پروفسور نورمن میگیرتش اونا هم از بین میرن. فلشی که توش مهمترین اطلاعات بشریت میتونه باشه. اینکه از کجا اومدیم، کجا میریم، خدا کیه و هزاران چیز دیگه. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. لوسی اولش خور سرگرم کننده شروع میشه، خیلی کلا محتوای اکشن داره، ولی کم کم که میره جلو یه سری چیزهای خیلی خفن راجب بدن انسان، راجب قدرت ذهن و راجب جهان هستی بهمون میگه و کارگردان خیلی ریز میاد برداشت خودش نسبت به جهان و چیزی که توش وجود داره رو به ما میگه که یه برداشت کاملا تکاملیه و کلا میخواد بگه که دین و این چیزها رو بذار کنار، همه چیز بر اساس تکامل ما داره پیش میره. و یه برداشت خیلی مهمی هم که آخر فیلم میشه در مورد خدا که میخواد ما بگه که اون لحظه‌ای که لوسی پیام میده I'm everywhere، یعنی من همه جا هستم، میخواد بگه که هر آدمی وقتی به این حجم از قدرت ذهن و درک و فهم برسه به خدا تبدیل میشه. بقیه نمیبیننش، نمیدونن کجاست، ولی در واقع همه جا هست و همه چیزو میبینه، همون چیزی که همه ما از خدا برداشت داریم توی زندگیمون. خیلی جالب این برداشت و چیزی هم که پشت این فلسفه هست یه ایدئولوژی به اسم ساینتولوژی. بحث ساینتولوژیست خیلی چیز بزرگه و نمیتونم کاملا بهتون بگم، ولی خب در اصلش اینه که میگه همه ما انسان‌ها یه قدرت کامل و واحد بودیم، یعنی هممون یه دونه بودیم و قدرت رو درک لایتناهی داشتیم، یعنی میتونستیم همه کاری انجام بدیم، دنیا رو میتونستیم خلق بکنیم و توی پروسه خلق دنیا تصمیم میگیریم که خیلی چیزهای زیادی رو واردش بکنیم و انرژی زیادی که این کار از ما میگیره هممون رو تقسیم به آدم‌های روی زمین می‌کنه، یعنی به تعداد زیادی
روح ما تقسیم میشیم و همه ما به خاطر همین پروسه هوش و خاطراتمون رو از دست میدیم. برای همینه که وقتی که انسان ها عقلشون رو بتونن به کار بندازن و به قدرت کامل ذهنشون برسن، در نهایت میتونن به همون موجود واحد برسن و در نهایت همون خدای اصلی رو تشکیل بدن. یعنی در اصل میگه خدا همه ما در کنار هم دیگه با یک ذهن 100%. همونطور که واضحه، تمام این طرز فکر و این ایدئولوژی توی فیلم لوسی داره پیاده میشه و لوسی کسیه که با همون مواد مخدری که وارد بدنش میشه، حالا این مواد استعاره است. توی ساینتولوژی میگه که همه انسان ها با غم ها و مشکلات زندگیشونه که وقتی ازشون بگذرن به همون عقل واحد و نهایی 100% میرسن. در هر صورت تو لوسی هم داره میگه که این آدم، این لوسی، وقتی که این چیزها رو پشت سر میذاره، وقتی که به این قدرت کامل صدش میرسه، یه دفعه این ناپدید میشه، ولی در اصل همه جا هست. قدرت خلق همه چی رو به دست میاره، میتونه فراتر از ذهن بشریت کار بکنه، میتونه ذهن بقیه رو بخونه، مخاطر اینکه همشون انگاری از یه روح بودن و قطعا میتونه ذهن روحهای دیگر هم بخونه. همه چیزهایی که توش اتفاق میفته، همه قابلیتایی که به خاطر این مواد CPH4 پیدا میکنه، همش همون چیزاییه که یه انسان واحد یا همون یه خدا میتونه داشته باشه. در اصل میام فیلمش اکشنه و خیلی سطحی میشه نگاش کرد، ولی اگه بری تو بهرش همچین بحثی کاملا واضحه، یعنی از سر تا سرش داره میباره و خیلی راحت میتونی نگاه بکنیش. این ساینتولوژیست ها میام چیز جالبیه فرقشون و کلا ایدئولوژی خیلی قشنگ و خفنی دارن، ولی خب به هر حال هر کسی یه باوری داره، یه سری با باوراشون این ایدئولوژی میخونه، یه سری نمیخونه. منم خواستم بدونی، چون دونستن این چیزا عیب نیست، خوبه که آدم بدونه جای جای دنیا هر سری از آدما دارن به چه چیزهایی باور پیدا میکنن و چه جوری زندگی میکنن. دونستنشون خیلی خوبه. دیگه اینکه این چند روز پست نمیتونستم بذارم، داشتم روی ویدیو قبلی کار میکردم، حالا اگه تونستید به اشتراک بذاریدش خستگی در بره. و از امروز هم طبق روال قبلی باز هر روز یه دونه خلاصه فیلم داریم. حواستون به خودتون باشه، خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دیگه کانال زاپاس عضو بشید. روزتونم گلسی.